بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه به اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا درخواست لغو تغییر ساعات فصلی را مطرح کردند. این نمایندگان از کشورهای مختلف و جناح‌های گوناگون سیستم فعلی را بسیار قدیمی و ناکارآمد توصیف کردند. هدف از این درخواست کاهش فشارهای غیر ضروری بر شهروندان و تسهیل زندگی روزمره در سراسر اتحادیه اروپا اعلام شده است. نمایندگان پارلمان اروپا پیشتر در سال 2019 به حذف تغییر ساعت رأی داده بودند، اما کشورهای عضو هنوز نتوانستند بر سر یک زمان جدید مشترک به توافق برسند. در ایران از آغاز سال 1402 دیگر تغییر ساعت به جلو یا عقب انجام نشده و در ترکیه نیز این تغییرات از چند سال پیش متوقف شده است. در عوض در بسیاری از کشورها این تغییر ساعت فصلی همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال ساعت‌ها در ساعت 3 صبح روز یک شنبه 27 اکتبر 2024 یک ساعت به عقب کشیده خواهند شد. این وضعیت نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به نیازهای شهروندان و بهبود کیفیت زندگی در اروپا است. محمد لحمی پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای لحمی، آیا شما بر این باورید که حذف تغییر ساعت فصلی ضرورتی دارد و چه فوایدی برای شهروندان به همراه خواهد داشت و آیا تجربه ترکیه، ایران و عراق در تغییر ندادن فصلی ساعت به نظر شما موفق بوده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم حضرت عالی و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی آقای محسن سلام عرض بکنم. بهبود وضعیت خواب، کاهش استرس، ثبات در برنامه ریزی و اقتصاد ثابت چهار تا رکن اصلی تغییر ندادن ساعت. بهبود وضعیت خواب، تغییر ساعت میتونه بر الگوهای خواب تاثیر منفی بذاره و از این رو میتونه کیفیت زندگی جامعه رو کاهش بده. و رکن دومش کاهش استرسه. تغییر ساعت ممکنه باعث ایجاد استرس و سردرگمی در مردم بشه و با هضم این تغییر زندگی روزمره مردم ممکنه خوب روانتر بشه و بهبود پیدا کنه. ثبات در برنامه ریزی، حذف تغییر ساعت فصلی میتونه به مردم کمک کنه تا برنامه ریزی بیشتری در فعالیت روزانه خودشون به صورت ساری و جاری داشته باشن. برخی تحقیقات هم نشون داده تا به امروز که تغییر ساعت میتونه بر فعالیت اقتصادی تاثیر منفی بگذاره. حذف این ممکنه بهبود شرایط اقتصادی را هم حتی کمک کنه. در مورد کشورهای مثل ترکیه و ایران و عراق میتوان راجبی صحبت کرد که به این شکل که سوابق مختلف ساعت فصلی نتایج متفاوتی داشته. مثلا سال 2016 که در ترکیه تصمیم بر این شد که به صورت دائم ساعت تابستونی تغییر پیدا نکنه، خب موفق تر بود. اما با توجه به شرایط خاص هر کشور و همچنین موضوع فرهنگی، ساختار اجتماعی اونها ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه و تصمیم به حذف یا نگهداری تغییر ساعت به تصمیمات مهمتر و عرض بزرگتون که تأمل بیشتری نیاز در سطح کلان داره. ممنونم از شما. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول.